آسیا، قلب آن افغانستان. افغانستان، 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 سرزمین مجاهد پرور و دلاوران. لسوه دریم کال دی اسد د تلرويشتمه د ازادۍ د دریم کالیزه په مناسبت باندې چې د نیمه پړین را ورستا خاص کر د شکلنۍ دوره کومه وا او مظلوم افغانانو باندې د لوی نعمت د ازادۍ په میدونه بخي خوري کړی وي. ټولو نه مخکې اول قدم کې د افغانستان غیور او غیرتي مجاهد ملت ته چې په راستې دې کې مرحوم علي قدر امیر المؤمنین صاحب ملا محمد عمر مجاهد رحمه الله ته د روح ته د دغه لوی ازادۍ د نعمت مبارکي وربښو چې خدای پاک دې د روح په خوشحاله کې منورې کې چې د دغه ازادۍ په ارمان کې ولاړ شو. الحمدلله د دو کاروان او لښکر چې کوم دی افغانانو ته یې دغه ازادي ور وبخله. همدارنګې شهید امیر المؤمنین صاحب اختر محمد منصور صاحب روح ته یې وربخي د دغه ازادۍ لوی نعمت خوشحالي چې خدای تعالی دې د روح خوشحاله کړي. د دې ازادۍ له وجې دی قرباني شو. همدارنګې جناب علی قدر امیر المؤمنین صاحب شیخ صاحب محترم حفظه الله ته مبارکي وایو چې د دې ازادۍ او د خپلواکۍ کاروان یې په هغه مسیر باندې چې څنګه یې بنیاد او اساس یې ښه و د مدیریت کو او افغانانو ته یې هغه خپلواکۍ او ازادي او اسلامي ازادي ور وبخله چې نن موږ ټولو دنیا ته ټول ملت ته په لوړو سترګو هسکه غاړه بند الحمدلله لمانځي. الحمدلله مجاهدین امارت اسلامی افغانستان در طول 20 سال مبارزه و معرکه علیه اشغال بسیار با متانت و مردانگی جهاد نمودن از هر ولایت و از هر طرف کشور و ایران باید بگویم مجاهدینی که در این جهاد بزرگ سهم داشتن فداکاری کردن و قربانی دادن و این جهاد که علیه یک اشغال بسیار بزرگ انجام شد واقعا که ایمان بسیار قوی میخواست، رشادت و متانت میخواست، اطاعت میخواست و همچنان دیانت میخواست که الحمدلله مجاهدین امارت اسلامی افغانستان همه را در خود داشتند. دیگر لحظه را مورد همسار افغانستان پر فتح و سبب بگردنه برای دیگر عالم مورد عملیات کامیاب بگردنه برای دیگر عرمش کارون پر مخ بوزه. مجاهد مایه فخر مسلمان، مجاهد سرسپار راه قرآن، مجاهد میرهاند بردگان را ز قید و بند هر طاغوت و شیطان، نشان رسم حیدر در تو جویم، ره آزادگی را از تو پویم. سرزمینی که تا به حال هیچ ابرقدرت جهان نتوانستند یک وجب خاک آن را تصرف شوند. سرزمینی که به گورستان امپراتوری ها مشهور است. این کشور به یک دلیل محکم قبرستان امپراتوری ها بوده است.
تیرو دو لسیزو که امریکا د ناتو په ملاتړ له خپلو 43 نورو یرغلګرو ملګرو سره زموږ په هیواد تیری وکړ او زموږ په مقدسه خاوره کې خپل هر ډول وسلې او شیطانی نقشې وازمویلې. 40 کاله وروسته د افغان مجاهد ملت د سرښندنو او میړانو پر مټ یرغلګرو شرمونکې ماتې وخوړه. د ازادۍ د دغې سترې ورځې ویاړ د سر سپارلو مجاهدینو د سرښندنو پایله وه او هیواد ته یې د خپلواکۍ ستره تحفه ډالۍ کړه. زموږ لپاره امن د الله تعالی یو لوی نعمت ته ستر نعمت ته چې خدای پاک افغانانو ته د ډېر وخت زمانې نه وروسته د داسې لوی مبارزې لوی بحران په نتیجه کې چې جنگ چې دی ورانی راوړي، موږ ته الحمدلله دغه جنگ و جهاد چې کوم دی داسې یو امن راوړ چې د دې لوی نعمت لواجه موږ سره د شکر الفاظ نشته، بلکې د نورو نعمتو لپاره دا یو بنسټ شو. مذاکرات زموږ د امریکانو سره تقریبا تر هغه وخته پورې چې موږ دا امضا ورسره کول اخري په 2000 کې موږ د فبروري 2000 کې ورسره امضا کړل، نو تقریبا 10 کاله مخکې له دې نه مذاکرات شروع ول امریکانو سره. امریکان په 2000 کې راحضر سول چې د مذاکراتو له لارې نه دا موضوع حل کړي، ځکه چې په هغه وخت کې د مجاهدینو فشار په امریکانو باندې بیخي ډیر و. امریکان په دې باندې په دې نتیجې ته رسېدلي چې جنګ لاره د حل نه ده او ګټلی نه سو، او که یې ګټوم دا به ډېر ستونزمن وي او ډېر به دا پروسه اوږده سي. نو بناً په دې اساس باندې امریکانو تېر تمایل وښوده چې د مذاکراتو لاره ده حل کړي، خو بالاخره دې ډېر وخت ونیسو تر څو موږ د میز سر ته راتو، د ملک په انتخاب باندې، د دفتر په خلاصېدو باندې، د ټیم په انتخاب باندې. نو څو ځلې دا مذاکرات وسول، له 2015 نه شروع بیا تر دغه اخري چې بیا د ټرمپ په وخت کې د ټرمپ د حکومت په وخت کې چې د امریکا رئیس جمهور د خلیلزاد په مشرۍ باندې ټیم وټاکه، له دغه ټیم سره موږ په 9 دورو د مذاکراتو کې چې تقریبا 18-19 میاشتې دربار ونیو هغه اخري فاینل ته ورسېدو امضا هم سره وکړه. نو دغه 10 کاله مکمل موږ له امریکانو سره په مذاکراتو کو، او د همدې مذاکراتو نتیجه وه چې موږ امریکان په سیاسي ډګر کې دې ته وهڅول او دې ته مایله کړه چې دوی باید له افغانستان ووځي، افغانستان نور تخلیه کې جنگ ختم کړي. د افغاني جهتونو سره د مذاکراتو په وخت کې د کابل نه راغلي ټیم د مذاکراتو تګلاره نه درلوده، په دې معنا چې هغوی غوښتل د افغانستان اسلامي امارت د کابل د ادارې یوه برخه وګرځېږي او یا د یو ګوند په توګه سیاسي فعالیت وکړي. خو دا یوه خیالي او غیر واقعي بنانه د دوی غوښتنه وه. خلکو د اشغال خاتمه غوښتله، د جنگ خاتمه یې غوښتله، سراسري د سولې غوښتونکي وو. نو هماغه و چې د دوی په خلاف ولسونه او حتی د دوی په داخل کې پاوز کې په اردو کې هغوی د دوی په خلاف باندې راپورته شول او د اسلامي امارات سره یو ځای کېدل یې پیل کړل. امریکایي اشغالګرو ځواکونو چې د افغانستان هر سیمه اشغال کړه، پرته له منځوړلو یې بل هیڅ ونه کړل. حتی تر دې چې د کابل نړیوال هوایي ډګر څخه تښتېدل، ټولې تیاری او څرخکې یې له منځه یوړي. د اسلامي امارت مجاهدین د خپلو هڅو په پایله کې وتوانېدل چې د 10 ورځو په لړ کې ټول هیواد فتح کړي، چې نیمروز ولایت یې په 14 تاریخ، جوزجان ولایت په 15، کندوز او سرپل ولایتونه په 14، تخار په 12، سمنګان په 13، فراه، بغلان او بدخشان ولایتونه په 19، غزنی، هرات، بادغیس، هلمند او کندهار ولایتونه په 21، غور، لوګر، زابل او روزګان ولایتونه په 22، پکتیا، پکتیکا، خوست، کونړ، فاریاب، بلخ، لغمان، دایکندی، میدان وردګ، ننګرهار، بامیان، کاپیسا، پروان او نورستان ولایتونه په 23، کابل د 1400 هجری لمریز کال د زمری په 23 یو په بل پسې فتح کړل، او د 1400 کال د وږي په 15 د پنچیر ولایت د اسلامي امارت مجاهدینو له لوري فتح شو.
بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وبيقو حق آمد و باطل نابود شد بیگمان باطل نابود شدنی است ويا دستاني فتحين انت بريك درت ويا ما اسد سلرويش تما دا اسد سلرويش تما این روز خجسته 24 اسد است، روزی که در تمام نقاط کشور پرچم امارت اسلامی به اهتزاز در آمد و کشور از وجود اشغالگران وحشی نجات یافت. دی شرعی نظام پسیورا که دی هوادوالو لپارا دستر خدمت زمینه خدای برابر کلا داغ زمینه جروس کماده تموږ د دې انتظار کوي چې د موږ په ملک کې مشکلات دي، هغه مشکلات ستونزې چې ته خپلواک نه وې او کور د پامن نه و، اولاد د پامن نه و، عزت د پامن نه و. نن الله تعالی ټول نعمتونه ته د دغه جهاد په برکت سره در وبخل. دغه زمینه د افغانانو د خدمت لپاره، د هیوادوالو د خدمت لپاره یو طلایي فرصت دی چې دغه فرصت موږ د لاسه ورنکړو. 24 اسد ما وارد کابل شدیم، البته به اجازه بزرگای امارت اسلامی، نایبین امارت اسلامی یعنی خلفه صاحب حفظه الله، مالو صاحب محمد یعقوب حفظه الله بودن، ما وارد کابل شدیم. نماز شام در دروازه ارک خواندیم. بعد از او باز ما وارد ارک شدیم، داخل ارک شدیم، کدام ممانعت هم نشدن و کدام کسی هم نبودن که در داخل ارک ما داخل شدیم، ممانعت نبودن اصلا، همه رفته بودن، مترا چلان بودن، سلاح انداخته بودن هر جای و همه مردم ها فرار کرده بودن، کسی دیگه نبودن. وقتی که داخل شدیم و ارک باز یک اعلانات دادیم به مردم که ما الحمدلله به ارک آمدیم، کدام مشکل خاصی وجود ندارن، عفو عمومی شدن. عفو عمومی خود دیر که اثر دلود زکر دیر خلق چی بوده مطمئن سی تاست معلوم ده چیه ورپی یا قوات که یا قوا که یا عسکری نظام که یا ور شکست گرد سی او بیا جانب مقابل ورطا عفو ما آقا که خلق بلدی عفو نی استفاده که وزی پر دلو دلو پی که شاملی که دقیقی که فتح مبین تاست معلوم ده کلی چه مکه فتح در راغل در جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم که او دا ازاجا نصر الله والفتر را نزل صفات مکس والا نور رسول الله مبارک تو تا افو اعلان کرد تو چا اف اعلان کرد داخل وچ بدل و دل برات له مسلمان بدل به اسلام صف کې شامل دغه مثلا زمونږ د امارات وخت هم وس ولا کله چې علي خضر ام المؤمنین حفظه الله الاخوان د اف اعلان وس نو په دې باندې خلک ډار رسول نو هر څوک چې مصالح یا مخالفت کو هغه د دې غف په استفاده سره خپل صلاح وغورځول او د اسلامي امارت دغه ته لبای کولې یا دستری فتحین انت بریک درت ضایع ما اسد سلرویش تما دا اسد سلرویش تما په دې ورځ شکر خاص ول افغانان له هر سي تما اسد سلرویش تما دا اسد سلرویش تما. این روز، روز پیروزی حق بر باطل، روز تاریخی و سرنوشت ساز برای ملت مجاهد پرور افغانستان است. اینکه یک حکومت دست نشانده در عین حال فاسد و نابکار، سرنگون و حاکمیت اسلامی آن هم پس از 20 سال اشغال با مجاهدت، ایثار، حمایت مردم محبوب افغانستان و پیکار خستگی ناپذیر بر سر اقتدار آمد. 24 اسد یکی از تاریخ های بسیار مهم کشور است. انشالله روزی آزادی کشور است که در تاریخ افغانستان جای خاصی را خواهد داشت. روز 24 اسد که منجر به شکست ناتو و آمریکا شد، روزی پر افتخار کشور است و انشالله نسل های ما سر از این روز افتخار خواهد کردن و روز الهام بخش بر آنها خواهد بود. سلرویشتم دی اسد پا کو پر بانده دی اسلام دی بریا و رز
هغه ورځ چې د میلیونونو شهیدانو وینو رنگ راوړ، هغه مهال چې موږ د استخباراتو په رهبریت کې وو، ډیرو نومورکو مجاهدینو د دښمن د استخباراتي شبکو چلونه او فریبونه د خپل ایمانی فراست او جهادي ځیرکتیا په برکت مات کړل، او دا دی چې نن په نظامی او سیاسي ډګرونو کې افغان ملت یو ویاللی او بریالی ملت په بڼه تبارز کړی دی، خپل ولس ته ډاډ ورکوو لکه څنګه چې مو د خپلو سرونو په قیمت آزادي ترلاسه کړه، همداسې به یې د سرونو په قیمت دفاع کوو. آزادي خو ډېر لوی نعمت، آزادي دومره لوی نعمت، زه فکر کوم زه یې نسم تشریح کولی چې څومره لوی نعمت، او د دې نعمت په قدر او اهمیت هغه خلک پوهېږي چې هغه مورد تخت و تاز د دښمن راغلی وي، وطن اشغال سوی. در ټول افغانان په دې ارمان و چې یو وخت به داسې ورځ به وي چې افغانستان آزاد سي، خارجي قوتونه نه وي، او موږ خپلواکي یو، خپل حکومت ولرو، خپل حکم خپله په افغانستان کې وچلو. لله الحمد، دا یو ډېر لوی نعمت دی، زما دغه نعمت دی چې الله پاک موږ ته را په نصیب کړی. اوس دا په موږ هر فرد د دې ملت باندې دا فرض ده، دا پې باندې واجب ده، که هغه نر ده که ښځه ده، دا پې فرض ده چې اوس دا نعمت باید موږ وساتو، د دې شکران ادا کړو، نه تنها په خولو باندې بلکې په عمل باندې اجرا کړو. امارت اسلامی افغانستان طی 3 سال گذشته تا کنون دستاوردهای مهم و مؤثری را در بخش‌های امنیت، بازسازی، اقتصادی، مبارزه با مواد مخدر و رشد فرهنگ اسلامی داشته که در طول 45 سال گذشته کم نظیر و بی سابقه است. ۲۴ اسد یک تحولاتی بود بسیار بزرگ، سرنگونی یک قدرت جهانی بگوییم، تقریبا امریکا خود قدرت جهانی میدانن، نه تنها مهم در افغانستان بلکه تمام امت اسلامی مهم بودن، در تاریخ‌های زرین جهان هم نوشته میشن، به خاطر اینکه اینا بسیار بر مغرورانه و متکبرانه با توپ و تانک و تیارهش در افغانستان آمده بودن و پوزش به افغانستان مالیده شدن، از افغانستان بیرون شدن. البته اونا بیرون نشدن که مجاهدین افغانستان اونا را بیرون راندن. آقا موسی ولی دل شد دلتا مجاهدین را بیتیو که خلق پتیخته بانی دی، نو مونږ سره روان سولو دغه شي خلق پتیخته بانی دی، وطن ته خلقی کی مونږ دلتا ناس یاستو، نو خدای نه خسنور پاجی سره به مخسو آقا سی بسراتللو د چرسیام را تیر سولو، حتی هغه بلایسان هم را تیر سولو، تر څو پر شش درک خلی تر ورسدل بیا هم حکومت نو دوی دی وجه نش حکومت اشری وس اشرف غنی ته خدالی و هر مشه ته خدالی، یو وزیر هم دلته نو پاتې، او رئیس هم نو پاتې، او قومندان هم نو پاتې، او ټول میدان وی ته رسیدلی و هر یو خپل پروازونه کوله، نو حکومت خلا منځ ته راغله. په دې وجه باندې مونږ هم دلته تر ورسدل بیا هم خپل مشرانو په اطاعت باندې بیرته د ځای خالق. امارت اسلامی افغانستان با داشتن نیروهای امنیتی متحد و مجهز با سلاح‌ها و تجهیزات نظامی در تأمین امنیت کشور، شبانه روزی بدون خستگی با عشق و علاقه در مستر خدمت مردم و کشور هستند. امارت سلام، شنو این کلام، به جز حق نترس مرا این پیام. خالی فرصت یافته که افغانستان آباد شوه و فقط استاد شوه، یک حکومتی پایدار قوی در اینجا نهادینه و حتمی شوه، و همچنان مردم افغانستان دیگر باز به جنگ و آشوب بدبختی ها نره. ما این رو امیدوار هستیم، اگرچه از لحاظ اقتصادی افغانستان مشکلات داره، 40 سال جنگ را به پشت سر گذاشتن، ولی امیدوار هستیم که با تلاش هایی که امارت اسلامی دارد، با حسی مسئولیتی که امارت اسلامی و بزرگای ما دارند در برابر مردم و اقتصاد مردم، انشاءالله یک تحول بهتری در زندگی مردم را هم در سالهای آینده شاهد خواهد بوده بشه. نویما نمبر یه غط ورکاره بوده کرزی، غط ورکاره بوده ویانده و که در رابط سوکو یو قاری پنون من یو قاری دی قرآنمو نورملگری موقعی بگرنه گرنه رابطه کولسته ورد لتراس بزه دوی مجبور اکرم ورغل مالته.
چې کله ورغلم دی کرځی د ډاکټر عبدالله په کور کې وو، ورسره مسلم یار هم و او عبدالکریم خور هم و، کرځی خپله هم و. نو چې هلته ورغلو بیا نو زه ورسره کېناستلم. ما د مشرانو پیغام دوی ته ورسوه چې تاسو ډېر نیک کار کړی دی، تاسو په افغانستان کې پاتې سولی او تاسو یوې خواته ونه تښتېدلی ونه وتلی. موږ تاسو ته پوره ډاډ درکوو چې ستاسو د سار او د مال او د عزت او د هر شي امن ده. اسلامي امارت عفه کړی دی، په عفه کې ته هم یو نور هم هر څوک چې دي دا ټول خلکو ته عفه شوی دی، هیڅ کله به چاته یو ضرر نه رسیږي. نو دی ډېر زیات خوشحاله شو. ای مسلم برحق عزم پریدن کن، بر ملک پاک خود فکر رسیدن کن. با استقرار امارت اسلامی، تأمین امنیت سراسری در کشور، امیدواری های مردم برای آینده درخشان کشور افزایش یافته است. شکر الحمدلله از روزی که امارت اسلامی آمده، فضل خدا که با بسیار فضای خوب با بسیار آرامی شکر زندگی میکنیم، آرام هستیم. تمام مردم افغانستان فضل خدا و احسان خدا که آرام هستن و تو یک حکومت خوب و تو یک وقت خوب ما در طول تاریخ ما ندیده بودیم. انشالله افغانستان در 3 سال نه جنگ شد نه پیاده کشی. خدا را شکر که در افغانستان صلح آمد، امنیت آمد، آزادی آمد. هیچ گپ نیست، خیلی حیرتی است. شب روز بدن نگرده که کسی کار نداره. امارات اسلامی ندر راضی است او امنیت لنگاه بازسازی نو هر نگاه نه ډیر راضی است. نو الحمدلله لفتح ندره کالوسو چلیرستم د اسد لخیره پوره کیږي. نو موږ انشاءالله راضی است ترنه. د شل کال اشغال په محال زموږ هیڅ یو هیوادوال په خپل وطن کې د خپلو شتمنیو مالک نه و. لوی لاری او لوی خارونه لنا امنی ډکو، خو اوس د لوی الله جل جلاله په مرسته زموږ هیواد په یوه سوله ییزه فضا او بشپړ امنیت کې دی. د منظمو امنیتي ځواکونو په لرلو سره چې د دوی هدف ته توحید تر بیرغ لاندې د محمدي شریعت پلي کول دي، د خپل مؤمن او په سوله مین ملت په خدمت کولو بوخت دي. آمدم تا ظلم و استبداد ظالم بشکنم، آمدم تا ظلم و استبداد ظالم بشکنم. فرق خون خاران دهر و جور حاکم بشکنم، فرق خون خاران دهر و جور حاکم بشکنم. انگلیس و امریکا را درس نابودی دهم، انگلیس و امریکا را درس نابودی دهم. قلب و فرق و چنگ و دندان مهاجم بشکنم. پدی لنده موده که اسلامی امارت در افغانستان در خلق و لپاره ستری بنسټیزی او انکشافی فروژی عملی کری او د هیواد د ځان بساینې پر لوریا کوټلي ګامونه اخیستي دي. باید ای نظام اسلامي کې ثمره خون شهدا او قرباني های مردم افغانستان است مشترکاً با تمام ملت تعلق داره. اگر کسی عملا جهاد کرده از وا هم است، اگر کسی عملا در جهاد نبوده ولی قلبا با مجاهدین بودن، آزادی کشور را میخواستن، مخالفت با اشغال داشتن، نظام اسلامی را میخواین، این نظام محصول دعاها و نهایش آنها است. از این نظام باید حمایت داشته باشند و همچنان این نظام را تقویه بکنند. فتنه ها و بعضی دسته هایی که علیه نظام خدای نخواسته ساخته میشه در بی اثر کردن آن و در خونسا کردن آن رول داشته باشند. دیگری که شکر با نظام هم باید بکشن و همچنان وحدت مردم افغانستان که بسیار مهم و کلید همه کامیابی هاست این باید حفظ شود. تمام مردم افغانستان در این باید سهم داشته باشند که وحدت خود را نوزم محکم تر بسازند و هیچ نوع دسته ها را اجازه ندن که خدای نخواسته آینده مردم ما را باز به چالش ها مواجه بسازند و متفقانه با یک هدف بزرگ بریم که حکومت واقعی اسلامی و اساس مبنای شریعت و همچنان اقتصاد مرفع و زندگی آرام و خوش را افغانستان داشته باشیم. شد امارت اسلامی افغانستان برای یک افغانستان مستقل با ثبات
مترقی و خودکفا، آری از هر نوع برتری جویی، تعصبات قومی، مذهبی و لسانی می اندیشد و به توفیق الله متعال و همکاری بدرق مردم صلح دوست، همه با هم دست به دست هم داده تا در کنار همدیگر در فضای امن برای داشتن یک کشور آباد، مرفه و مترقی تلاش مشترک نماییم تا افغانستان را در مسیر تعالی و خودکفایی که از آرزوهای دیرینه مردم این خطه است برسانیم.